گرد و خاک وحشتناک مهدی طارمی بعد از بازی دیروز. همونجور که گفته شده و شاید اطلاع داشته باشید، صحبت‌های فوق‌العاده جنجالی از مهدی طارمی بازیکن تیم ملی در مخاطب قرار دادن خداداد عزیزی و حتی یک سری صحبت‌ها را به مردم این روزها پخش هست و قصد داریم تو این ویدیو بپردازیم به این که چه صحبت‌هایی انجام داد و چه افرادی رو مورد خطاب قرار داد و دعوا و درگیری که به نظر میرسه آغازش با خداداد عزیزی کلید خورده باشه. طارمی صحبت‌های فوق‌العاده زیادی انجام داد و جنجال بسیار زیادی رو حواشی تیم ملی و خودش به وجود آورد و بعد از اینکه راهی اینتر شده بود تقریبا میشه گفت محبوبیتش رو دوباره برگردونده بود، اما با صحبت‌هایی که دیروز انجام داد دوباره باعث حواشی شد. حتی یک سری از مردم هم به صفحه‌اش رفتن و بهش حمله کردن و به نظر میرسه شرایط خوبی در این روزها برای مهدی طارمی نباشه. اما چه صحبت‌های انجام داد مهدی طارمی؟ قبل از اینکه بپردازیم به اصل اون صحبتی که به خداداد عزیزی گفت، اول از همه گفت که ما اینجوری طبق یک سری سایت‌هایی که مطرح کردن ستاره ایران با عصبانیت و صدای بلند در پایان بازی به من گفتن نگو، ولی بیشرف کلمه سنگینیه، نمیتوانیم به همه بگوییم بیشرف. کسان دیگر کشور را چیز کردند و به ما چه ربطی دارد که ما بیشرفیم؟ یا مگر مثلا به خاطر ما کشور این اتفاقات برایش افتاده که ما بشویم بیشرف؟ هی نگیم ما بیشرف نیستیم. به والله کلمه سنگینیه، من نباید به شما بگویم و شما هم نباید من بگویید. وضعیت اقتصادی بده، من میدونم، ولی برای مردم این اتفاقات شامل حال ما نمیشه. ما هم شکایت داریم از این اتفاقاتی که به وجود اومده، باید بهتر بشیم. امیرخان هزار بار گفته باید بهتر بشیم. ما همه میدانیم که باید بهتر شیم. با این عقده ها و فشاری که روی مردمه طبیعیه که بیاین اینجا و خودشون روی ما خالی کنن، ولی دیگه نه در این حد. ما هم خانواده داریم و نمیدونید که شاید ما هم مثل شماییم و آبرومون واسمون مهمه. ما هیچ کس نیستیم. همه دوست دارن فکر کنن که ما باید فحش بخوریم، اما اینجوری نیست. به والله به ما ربطی نداره. نه من نه هزار تا گنده تر از من نمیتونن هیچ اتفاقی رو رقم بزنن، چه سلبریتی چه ورزشکار چه بازیگر. به ما ربطی نداره. لطفا دست از سر ما بردارید. 4 دوره صعود کردیم و حالا هم صعود میکنیم. بازی اول رو هم که بردیم دیگه مشکل چیه؟ صحبت های مهدی طارمی در خصوص یک سری توهین ها و بیشرف گفتن افرادی بود که داخل استادیوم بودن و بعد از اینکه درخواست کردن که امیر قلعه‌نویی از سمتش استعفا بده، مهدی طارمی به سمت مربی خودش رفت و سرشو بوسید و به نظر میرسه که از امیر قلعه‌نویی دلجویی کرده. در ادامه گفت که ما عادت داریم به این شرایط و این اتفاقات بدی که واسمون بیفته. هر کسی که دهنشو باز میکنه هزار تا حرف به ما میزنه، اما بدون اینکه فکر کنه ما هم شاید تمام تلاشمونو کرده باشیم. ما هم تاکتیک داریم و امیدواریم که روز به روز بهتر بشیم. فقط بدونید که بیشرف حرف بزرگی و کلمه سنگینی و نباید هر کس زده بشه. اما بعد از صحبتهایی که مهدی طارمی انجام داد، تیکه عجیب و غریبی به خداداد عزیزی داد که در سوی پدر خودش نشسته و مطلع هستید که پدر خودش رو از دست داده و در گیرودار مراسم عزای پدر خودش هست. مهدی طارمی در خصوص خداداد عزیزی گفت که در صدا و سیما پشت میز می نشینند و می گویند با یک دست و پا هم می توانیم به جام جهانی برویم. شما با دو دست و دو پا هم به زور و با کلی داستان به جام جهانی رفتید و شاید هم اصلا حقتون نبوده. مسئولین به ما میگویند بگویید زمین خوب است. تا کی بگوییم خوبه؟ چی خوبه؟ این زمین با زمانی که امیر قلعه‌نویی بازی میکرد چه فرقی داره؟ هیچ پیشرفتی نکردیم و بدتر هم شدیم. وضعیت اقتصادی برای مردم سنگینه و ما هم اعتراض داریم، اما مگه ما این اتفاقات رو رقم زدیم که به ما بیشرف گفتید؟ امیر خان هم از این شرایط مطلع هست و طبیعیه که این فشارها روی مردم باشه. در ادامه صحبت‌هایی که مهدی طارمی انجام داد به نظر میرسه حواشی زیادی رو رقم زد و صحبت‌های امیر قلعه‌نویی در نشست خبری بعد بازی هم حائز اهمیته. اما بیاید یه تیکه از صحبت‌های مهدی طارمی رو بشنوید، برگردید ادامه ماجرا رو. من اصلا نگو بیشرف کلمه سنگینیه، نمیتونیم به هم بگیم بیشرف. کسای دیگه کشور رو چیز کردن، به ما چه ربطی داره که ما بیشرفیم؟ مگه ما مثلا کشور رو
این اتفاقات براش افتاده که ما بشیم بیشرف. هی نگیم ما بیشرف نیستیم. بیشرف به والله کلمه سنگینیه. من نباید به شما بگم، شما نباید به من بگی. وضعیت اقتصادی من میدونم برای همه مردم خرابه، ما هم شکایت داریم از این اتفاقاتی که وجود داره، باید بهتر بشه. اینو اغدای و این فشاری که روی مردمه طبیعیه که بیان خالی کنن یه جا، ولی دیگه در این حد نه. صحبت‌های مهدی طارمی همونجور که شنیدید قبل از صحبت‌های امیر قلعه‌نویی بود که گفت با وجود برخی مشکلات و اینکه برخی بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند و به دلیل اینکه 1-0 قرقیزستان رو بردیم و حتی کلینشیت هم کردیم، باز هم من عذرخواهی میکنم، تماشاگران ناراضی بودند. اما اگر جای طرفداران استرالیا و کره جنوبی بودند، نمیدانم شرایط چطور میشد، چون که استرالیا و کره جنوبی هر دوتاشون با مساوی و باخت آغاز کردن مسیرشون رو به جام جهانی و ایران تونست حالا به هر سختی که بوده قرقیزستان رو ببره. در ادامه مربی تیم ملی گفت امروز امین حمزاوی در ترکیب تیم ملی به میدون رفت و یک اشتباه بچگانه کرد که جا داره از علیرضا بهرامند به خاطر روز خوبش تشکر کنم. در مجموع فوتبال همینه و ما باید ادامه بدیم. قطر 2 دور قهرمان آسیا شده، در کشور خودش به امارات میبازه. آسیا دیگه اون آسیای سابق نیست. شاید ایراد من قلعه‌نویی هستم، از مردم عذرخواهی میکنم، چون هر 1-0 بردن و هم کلیشیت کردن به چشم خیلی ها نمیاد. اینها دستاوردهایی بود که به دست نیاوردیم. با همدیگه بخش دیگه ای از صحبت‌های مهدی طارمی رو بشنوید و برگردید ببینیم که چه اتفاقاتی افتاد. روز پرحاشیه‌ای بوده دیروز برای فوتبال ایران که جاش به بقیه نقاط کشور هم به نظر میرسه رسیده و این حواشی به نظر نمیرسه تنها فوتبال بوده باشه. ما خانواده داریم، ما نمیدونم، ما مثل شماییم، ما جدا از هیچ کس نیستیم. ما دوست داریم، همه دوست داریم این کشور رو، دوست داریم موفق شه تو همه رشته، تو همه رشته امکانات بدیم کشور رو. این بلا سرش آوریم، بعد ما میایم فوشش میخوریم، ورزشکارای دیگه میان نمیدونن اینجوری میشن ورزشکارای دیگه. آقا به ما ربطی نداره، به والله به ما ربطی نداره. نه من، نه هزار تا گنده تر از من میتونه هیچ اتفاقی رقم بزنه، چه سلبریتی، چه ورزشکار، چه بازیگر، چه نمیدونم، به ما ربطی نداره، دست کسای دیگه. اما در ادامه این اتفاقات گفته شده که خداداد عزیزی ممنوع التصویر شده، الانم که سوگ پدرش هست. اتفاقاتی هم که مهدی طارمی رقم زد و صحبتایی که انجام داد به نظر میرسه به ذائقه خیلی خوش نیومده و حداقل میگفتن کاش که مهدی طارمی به عنوان کسی که الان به عنوان بزرگتر تیم ملی ازش یاد میشه اجازه میداد سوگ پدر خداداد عزیزی تموم بشه و بعد این صحبت ها رو انجام بده. به نظر میرسه که اگه خداداد بخواد تو این شرایط جواب بده، از رفتارهایی که ازش سراغ داریم واکنش کوتاه و آرومی نخواهد بود، مخصوصا الانی که شرایط بدی داره و ما هم دیگه چند روز گذشته کلیپ هایی که ازش منتشر شده در فضای مجازی رو دیدیم و میدونیم که چه رفتاری ممکنه انجام بده. اما باید ببینیم که در ادامه مسیر آیا خداداد عزیزی نسبت به صحبت های طارمی واکنش نشون میده یا نه. مرسی که با ما تا بدینجای کار همراه بودید. امیدواریم که ویدیوی مفیدی واسهتون بوده باشه و اطلاعاتی در این خصوص کسب کرده باشید. از همراهیتون بی‌نهایت سپاسگزاریم.